روز در جریان اعتراضات سراسری اتفاق نادری در زاهدان رخ داد. برای نخستین بار در 10 هفته اخیر زنان بلوچ در حمایت از معترضین به خیابان‌های زاهدان آمدند. چندین ویدیو در این رابطه به صدای آمریکا رسیده، با هم ببینیم. در حالی زنان بلوچ در سیستان و بلوچستان به اعتراضات پیوستند که از زمان آغاز این اعتراضات زنان در اون نقشی اساسی و انکار نشدنی ایفا کردند. مادران داغداری که عزیزانشون رو از دست دادن، گاهی با اعترافات اجباری و گاهی با صحبت‌های آتشینشون در حمایت از مردم خبرساز شدند. مادر شمال خدیری و عزاداریش در مراسم پسرش یکی از جدیدترین این موارده. با هم ببینیم. شمال خدیری پور، جوان 32 ساله مهآبادی، در حالی کشته شد که پیشتر از او ویدیویی منتشر شده بود که یک ترانه عاشقانه کردی رو میخوند. این جوانی که دیدید در نخستین ساعتهای روز جمعه و در تاریکی شب پیکرش در مهآباد به خاک سپرده شد. اما از کشته‌های اعتراضات گفتیم. در انتها ویدیوی برادر عباس شفیعی از کشته شدگان 14 آبان امسال رو ببینیم که میگه جمهوری اسلامی 1 هفته پیکر برادرش رو گروگان گرفته بوده و به اونها تحویل نمیداده. او از مردم میخواد با صدای بلند نام برادرش عباس رو فریاد بزنن. 1 هفته از روزی که خبر شهادت برادرم توسط این رژیم جنایتکار رو شنیدم میگذره. هنوزم باور نمی کنم که نمیتونم ببینمش، نمیتونم صداشو بشنوم. عباس شفیعی، عباس، خواهش میکنم با صدای بلند اسمش رو فریاد بزنید که بشنوه و بدونه که ما همراهش، هم یادش رو گرامی میداریم. عباس در روز 12 آبان مصادف با 40 زنده یاد حدیث نجفی از محل کارش خارج میشه. هنوز مدت زمان زیادی نگذشته که چندین نیروی لباس شخصی و یگان ویژه بی شرف به سمت او حمله میکنند. عباس رو با باتوم و پتونه‌هایشان مورد ضرب و شتم شدید قرار میدن. عباس که فریاد میزد نزنید، محل کارم اینجاست، اما اون بیشرف ها بدون توجه ادامه می دادن. در آخر هم از فاصله بسیار نزدیک به او شلیک کردن با گلوله ساچمه ای. بعد از انتقال عباس به بیمارستان مدنی کرج و انجام عمل جراحی پیوند رگ، در نهایت در روز 14 آبان جان پاکش فدای ایران عزیزمون شد. این جنایتکارا اول قصد تطمیع برای خاموش کردن خانواده رو داشتند که وقتی موفق نشدن، با آزار و اذیت، تهدید و فشار و به گروگان گرفتن پیکر پاکش، حدود 1 هفته اجازه خاکسپاری او را در بهشت سکینه کرج ندادن. در نهایت روز 20 آبان، چند روز پیش از تولد 43 سالگیش، در آرامستان انجیلاق که روستایی دور افتاده از محل زندگیش است، پیکر پاکش به خاک میهن سپرده شد.